فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده تواند این بود که آیا امام جماعت می تواند حقوقی داشته باشد یا نه؟ در مورد این که در اصل عبادت که یک عبادتی رو یکی انجام بده به خاطر این که پولی رو بگیره، این جایز نیست. مثلا من به شما میگم که نماز بخون، در مقابل من به شما پول میدم. خب شما نماز برای خودت میخونی، یک فرضی هست که شما انجام میدهید و در مقابل این فرض و تقرب و عبادتی که انجام میدهید نمیتونید از کسی یه حقوقی رو دریافت بکنید. و معمولا حقوقی که برای امام مسجد تعیین میشه نه به خاطر این است که امام مسجد میاد اینجا نماز میخوند و فرضی رو ادا میکند، بلکه به خاطر این است که این امام مسجد خودش رو در واقع وقف کرده برای مسجد، وقتش رو گذاشته، به سفر نمیرود. اگر سفر برود باید از صاحب مسجد، از هیئت امنای مسجد باید اجازه بگیرد. اگر یک روزی نیومد مؤاخذه میشه که چرا سر وقت نیومدی، چرا نماز ندادی، به خاطر اینکه وقتش را گذاشته و احیانا شاید از کسب و کار دیگری هم باز بماند، بدین خاطر جایز هست. به اتفاق فقها و علما به خاطر وقتی که گذاشته و خودش را وقف کرده برای مسجد هیچ گونه اشکال شرعی ندارد که مقتدی های مسجد یا از طرف حکومت یا هیئت امنا یا عموم مقتدی های مسجد حقوقی را برای امام تعیین بکنند، کاملا جایز و حلاله.